سلام به تفسیر خبر امشب خوش آمدید. به روال جمعه های هر هفته باز هم فرصتی هست تا در خدمت آقای دکتر مهرداد خونسری دبیرکل موج سبز بشیم تا مسائل بین‌المللی و مسائل داخلی رو با هم بررسی بکنیم. آقای خونسری بسیار به برنامه خوش آمدید. متشکرم. آقای خونسری شاید مهمترین خبری که در هفته گذشته بتونیم بهش اشاره بکنیم مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه یک در قزاقستان بود. این مذاکره باز هم بر اساس اون چیزی که پیش بینی کرده بودیم و صحبت‌های هفته‌های گذشته‌مون دستاورد آنچنانی نداشت. نه، من فکر نمی‌کنم که هیچ کس از اینکه نتایج ملموسی حاصل نشد تعجبی کرده باشه، ضمن اینی که خب مقامات جمهوری اسلامی این بار گویا به نقل از گزارشاتی که آمده با یک میشه گفتش که روش بهتر و دوستانه تری مسائل رو تعقیب میکردن و به لحاظ نیازمندی هایی که من فکر میکنم حاکمیت در ایران امروز داره علاقه مندن که این مذاکرات در این مرحله قطع نشه و اگر دورهای بعدی هم هست زمینه برای اینکه واقعا یک نوع میشه گفتش که یک نوع پیشرفت قابل ملاحظه و ملموسی بخواد صورت بگیره مهیا بشه که فکر میکنم در این راستا یه توفیقی داشتن. آقای خانسری شاید جمهوری اسلامی امروز داره تلاش میکنه برای همین مذاکره برای مذاکره و تاکیدش بر مذاکره کارشناسان جدا از مذاکره‌ای که خود به قول معروف مذاکره کننده های ارشد دارن شاید وقت خریدن فقط. آیا این برای 5+1 ملموس نیستش که این فقط یک وقت اضافه برای جمهوری اسلامی است؟ چرا؟ من فکر میکنم که مقاماتی که با دولت ایران در مذاکره هستند و به ویژه نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیلی روی این نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید حساسن. ضمن اینکه پیشرفت ایران در شرایط کنونی به لحاظ اینکه به هر حال همه دارن چهارچشمی اونها رو نگاه میکنن، خب به هر حال یک محدودیتهایی خودش داره. از یک سو مثلا یک مقدار زیادی از این اورانیوم غنی شده تا 20%ی رو که اینها تولید کرده بودن از اونها به عنوان سوخت در آزمایشگاه تهران دارن استفاده میکنن، یعنی از اون مجموعه ای که داشتن خب یک میزانی کمتر شده و خب تمام تلاش 5+1 الان این هستش که ایران رو متقاعد بکنه که اورانیوم رو تا مرحله 20% دیگه غنی سازی رو ادامه نده. دولت ایران هم ظاهرا با این معقوله، در صورتی که اقدامات مشابهی برای به اصطلاح از میان بردن تحریم ها از سوی 5+1 صورت بگیره یک ظاهر خوشی رو نشون داده. البته نکته جالب این هستش که خب این در اصل برمیگرده به ضعفی که در میان 5+1 از ابتدا بوده، چون برخی از این تحریم ها علناً اشاره میکنه به اینکه جمهوری اسلامی اصلا غنی سازی نباید بکنه، در صورتی که تلویحا 5+1 این واقعیت رو پذیرفته که ایران این اجازه رو میتونه داشته باشه که تا میزان 5% به غنی سازی و فعالیت های غنی سازی خودش ادامه بده. پذیرفتن رسمی این موضوع خب میتونه یک بهانه ای باشه که جمهوری اسلامی بخواد به ملت ایران بگه که خب من در اثر ایستادگیم تونستم به یک حقی که حق ما بود در مقابل فشارهای بین المللی برسم و جامعه بین المللی رو متقاعد بکنم که این امتیاز رو به ما بده و این حق ما رو به رسمیت بشناسه. ولی به هر حال برای اینکه اون میشه گفتش که اعتماد سازی های لازم بخواد در این راستا صورت بگیره، خب این یک پروسه است و این
پروسه است که کارشناسان در درجه اول باید روی اون صحه بگذارن. حالا اگر جمهوری اسلامی بخواد تخلفی در از خودش در این راستا نشون بده، اون هم در اصل به روشنی مشهود میشه و میتونه تمام این ماجرا رو به هم بزنه. آقای خونسری، مسئله سر اینه که دو طرف که سر میز مذاکره میشینن، یک مسئله اساسی براشون تبدیل به هویت شده. برای پنج به علاوه یک تحریم ها و برای طرف جمهوری اسلامی غنی سازی اورانیوم. هر کدوم اینها پیش شرطشون برای رفع تحریم و یا کم کردن غنی سازی منوط به عملکرد طرف مقابل میکنن. یعنی امروز سعید جلیلی تاکیدش به اینه که ما کارمون رو میکنیم، منتظر پاسخ مثبت از طرف پنج به علاوه کسی، و همین پاسخ رو هم اتفاقا پنج به علاوه. چگونه این مذاکره میخواد پیش بره اون وقت؟ خب به هر حال همونطور که شما گفتید، این مسائل با مرور زمان در جوی که اعتماد درش اصلا وجود نداشته و بی‌اعتمادی حاکم بوده، روز به روز پیچیده و پیچیده تر شده و این پروسه الان نزدیک به 8 ساله که ادامه داره. پس یک دگمه خاصی وجود نداره که مثلا پنج به علاوه یک بخواد اون دگمه رو، انگشتش رو اون دگمه بگذاره و این موضوع تحریم ها بخواد به راحتی حل بشه. در ارتباط مثلا با یک کشوری مثل برمه در ماه‌های گذشته یا در سنوات گذشته در ارتباط با تحریم‌هایی که علیه آفریقای جنوبی در زمان دوران در دوران حکومت آپارتاید وجود داشت، هرگز به این پیچیدگی که در مورد ایران هست نبود و برداشتن اونها خیلی خیلی راحت‌تر بود. امروز شما بخواید این موانع، مثل میشه گفتش که تحریم‌هایی که به برای روی اقتصاد ایران برای مبادلات بانکی گذاشته شده، شما بخواید اینا رو حذف بکنید، خود اینها انقدر پیچیده است که خود این چندی ما طول میکشه تا اینها به کلی به اصطلاح بتونن کنار زده بشن و یک روال عادی بخواد بیاد. آقای خانسر، چنین نیتی رو اصلا شما میبینید برای اینکه تحریم ها رو کاهش بدن؟ چون امروز رویترز به نقل از یکی از مقامات مذاکره کننده اشاره کرد که با این مذاکره ها و با این نتایج هیچ تحریمی کاهش پیدا نخواهد کرد. ببینید، مسئله این هستش که میگم علت پیچیدگی امر این هستش که این پرونده هستی ایران با مرور زمان با فعالیت‌های دیگر ایران، فعالیت‌های سیاسی ایران در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، با سیاست‌هایی که برای تحریک عوامل تندروی اسلامی در جهان اسلام داشته و علناً دشمنی قاطعی که با غرب و معیارهای غربی از خودش در ظرف 34 سال نشون داده، خیلی پیچیده تر از اون هستش که به لحاظ مثلا فرض کن رسیدن به یک توافق روی غنی‌سازی بخواد همه چیز برطرف بشه. شما با در نظر داشته باشید یه مقداری تحریم هایی علیه ایران وجود داشته که اصلا ارتباطی به پرونده هستی ایران نداره. نظر به اصطلاح نظری که امروز میشه گفتش که خیلی خیلی قدرت پیدا کرده و در اصل حاکمه، این هستش که پیشرفت مذاکرات پنج به علاوه یک و در اصل ماهیت مذاکرات پنج به علاوه یک به دلیل تمام این دلایلی که من ذکر کردم تبدیل شده به اینکه این در اصل امروز یک چتری باشه، یعنی مذاکرات پنج به علاوه یک، برای اینکه بخوان زمینه مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا رو هموار بکنن و در صورتی که یک توافق‌های عمده‌ای بتونه در اون مذاکرات صورت بگیره، اون وقت تأثیر اون روی روند کار پنج به علاوه یک اثر ملموس بتونه. یعنی شما میگید که اگر ایران و ایالات متحده نتونن به توافق برسن که مذاکره مستقیم داشته باشن، پیچیدگی مذاکرات پنج به علاوه یک و جمهوری اسلامی حل نخواهد شد؟ من بیشتر از این میگم. ببینید، نه اینکه اینا ممکنه با هم مذاکره داشته باشن،
یا به سر میز مذاکره بیان. مذاکره که توافق داشته باشه. مذاکره که به یک جا بکشه. فراموش نکنید در اکتبر سال 2009 دولت جمهوری اسلامی در ژنو برای اولین بار با آقای برنز مذاکرات مستقیم داشتن. نخه در سر علاوه بر مسئله عراق که در زمان دولت بوش بود، که در یک سری مذاکرات در بغداد بود که با وساطت مثلا دولت عراق صورت گرفت، به جز اونها که مختص به مسائل عراق بود و به جای کشته نشد، در ارتباط با همین پرونده هسته‌ای تحت لوای اون در روز اول اکتبر 2009، یعنی دورانی که دولت اوباما مخصوصا کوچکترین اعتراضی نسبت به سرکوب هایی که در ارتباط با جنبش سبز بود نکرد، از خودش نشون نداد، به لحاظ این بود که منتظر بود که این نشست مستقیم صورت بگیره. در اصل اون پشتی که اوباما و دولت او به نهضت آزادی خواهی ایران در اون زمان کرد، به لحاظ این بود که اینها منتظر این بودن، یعنی نمیخواستن کاری بکنن که به اون نشستی که قرار بود درش مذاکرات مستقیم بین آمریکا و ایران صورت بگیره، خدشه ای وارد بشه، که البته اون مذاکرات صورت گرفتن و دولت احمدی نژاد در اون مذاکرات به یک توافقایی رسید که برای دولت اوباما در اون زمان قابل قبول هم بود. چون یک اتفاق خیلی جالبی که در اون تاریخ افتاد، اینا همه رو میشه رفت آرشیوهاش رو نگاه کرد و حتی اسنادش که روی فیلم هستن رو دید، موقعی که طرفین در پنج به علاوه یک مثلا این هفته در قزاقستان بودن، نتایج به اصطلاح حاصل اون مذاکرات رو در یک کنفرانس مطبوعاتی مثلا یا جلیلی یا خانم اشتون میاد راجبش صحبت میکنه. ولی در روز اول اکتبر 2009 موقعی که جلسات در ژنو صورت گرفتند و یک بیانیه‌ای در ارتباط با یک توافق‌هایی که شده بود اعلام شد، کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن و توسط شخص آقای اوباما صورت گرفت. لذا این کاملا مشخصه که روی محاسباتی که از قبل در ارتباط با اون ماجرا شده بود، یک زمینه‌هایی در نظر گرفته شده بود که شخص رئیس جمهور آمریکا بخواد بیاد و مداخله بکنه و در اصل این مسیر مذاکرات بعدی رو به یک سمت دیگری بکشه که در اون زمان با مخالفت آقای خامنه‌ای مواجه شد و اون مذاکرات که در اکتبر بود تا میشه گفتش که تا ژانویه سال 2010 اساس همه چی به هم خورد. پس مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا در دوران احمدی نژاد و خامنه‌ای و آقای اوباما صورت گرفته. پس اینکه دو مرتبه میخوان بنشینن این مسئله مهمی نیستش، مسئله این که بنشینن و قبول بکنن که یک راهکارهایی رو مشترکاً دنبال بکنن. اگر اون به اون بتونن برسن، خب اون شاید یک میشه گفتش که یک زمینه بهتری باشه که کار پنج به علاوه یک بهتر بتونه جلو بره. ولی شما در نظر بگیرید که در همین صحبت همین مذاکرات که الان خیلی وقته توی مطبوعات هست، که در یک جوی که میگم درش هیچ نوع اعتماد وجود نداره، وضعیت دولت جمهوری اسلامی از همیشه بدتره و ضعیفتره، ولی یک حرفی رهبر جمهوری اسلامی زد که نباید فراموش کرد که دولت آمریکا هم نیازمند به این نشسته، نه به لحاظ سیاست خارجی، به لحاظ سیاست داخلی خودش، که بگه من در دیپلماسی خودم حداقل یک موفقیت ملموسی هم در منطقه خلیج فارس بعد از این به اصطلاح مسائلی که در عراق و افغانستان بوده داشتم و بهش رسیدم و تونستم در یک جو متلاطم بین المللی وادار کنم که جمهوری اسلامی به سر میز مذاکره بیاد.
ما هفته‌های پیش در مورد تیم جدید سیاست خارجی ایالات متحده با هم صحبت کرده بودیم، اما روز سه‌شنبه شاید خیال باراک اوباما رئیس جمهور راحت شد از بابت وزیر دفاعش هم که رأی اعتماد رو گرفت و عملا میشه گفتش تیم سیاست خارجیش همون جوری که میخواست وارد کار میشه. جان کری اولین سفر خارجی خودش رو انجام میده و در اولین مقصد به بریتانیا میاد، با نخست وزیر و مقامات انگلیسی دیدار داشته و خود اوباما هم به زودی سفر منطقه‌ای خواهد داشت و به اسرائیل اولین مقصدش خواهد بود. که در اون مذاکره ها فکر میکنید آیا مسئله ایران و حتی سفر جان کری به اروپا، فکر میکنید مسئله ایران رنگ خاصی داشته و یا نه مسئله سوریه اهمیت بیشتری داره؟ نه، ببینید مسئله سوریه یک مشکل محلیه، موضوع ایران یک موزل بین المللیه. اگر اتمی شدن ایران میتونه صلح جهانی رو به مخاطره بیاندازه و اون محاسبات بین المللی رو تغییر بده. در سوریه چه اتفاقی میتونه بیفته؟ یه مملکت کوچیک 17-18 میلیون نفری است که رهبریش عوض بشه. حالا یک اثراتی در منطقه بیشک خواهد داشت، ولی ابعاد سوریه که ابعاد بین‌المللی نیست، سوریه که ایران نیست. ایران یکی از مهمترین کشورهای دنیاست که توسط یک حاکمیت به اصطلاح غیر دموکراتیک دست به یک سلسله اعمال خطرناک میزنه که میتونه نهایتاً به صلح بین‌المللی آسیب وارد بکنه. حتی یک کشوری مثل کره شمالی که امروز دارای بمب اتمی هم هست، به لحاظ میشه گفتش که موقعیتش و به لحاظ اندازش یک کشور خطرناکی نیست که بخواد در یعنی مشکلاتش مشکلات منطقه‌ایه، مشکلاتش مشکلات اقتصادی خودشه که اگر آمریکا به اونا کمک بکنه یا مثلا یک اقداماتی بکنه یا کره جنوبی یک سلسله مسائلی رو بتونه فراهم بکنه، خطری متوجه جهان از سوی کره شمالی اونطور نیست که در مورد یک کشوری مثل ایران که میخواد یک سیاست‌های ضد امپریالیستی و ضد این و ضد اون و ضد همه به لحاظ از دیدگاه خودش و برای پیاده کردن اون ایدئولوژی و نظرات به اصطلاح خودش سرمایه گذاری میکنه و به دنبال اتمی شدن این حرفا میره. پس به کلی فرق میکنه. پس موقعی که کری میاد، خب بدیهی است که در صحنه بین‌المللی بزرگترین مشکل به همه امروز مسئله ایرانه. اتمی شدن ایران و اینکه آمریکا بخواد دست به یک سلسله اقدامات نظامی بزنه یا نزنه، یا اسرائیل بخواد وارد عمل بشه یا نشه، اینا ابعادش بین‌المللی هست و به این لحاظه که این مذاکرات پنج به علاوه یک و یا مذاکرات مستقل میان ایران و آمریکا دارای یک اهمیته. ولی مسئله اساسی که کری به نظر من توی این صحبت‌های خودش میخواد بگه این استش که آقای اوباما که طالب به اصطلاح پیروی از اون مسیر دیپلماتیک برای حل این مشکلات هست، ولی او در همزمان در ارتباط با اینکه قاطعانه در مقابل ایران ایستادگی میکنه، همونطور که بارها گفته اگر ایران نخواد از طریق مذاکرات به یک نتیجه برسه و بخواد سیاست های ماجرا جویانه خودش رو در قبال با پرونده هسته‌ای ادامه بده، تکیه میکنه روی این موضوع که آقای اوباما اهل بلوف نیست و اون حرفایی که در ارتباط با اینکه تمام گزینه ها روی میز هستن، منظورش این هستش که احتمال عملکرد نظامی هم میتونه امکان پذیر باشه، این یک بلوف نیست. این به نظر من یکی از پیام هایی است که کری در این ایام داده. شما به آقای هیگل اشاره کردید. خب وزیر دفاع جدید آمریکا این کسی است که میخواد فرم برخورد آمریکا رو هم در قبال اسرائیل و هم در قبال ایران تغییر بده، یعنی بگه که ما پیرویمون از مواضع اسرائیل نباید به اون میزان باشه که
مثلا یک عده‌ای فکر کنن که سیاست و برنامه‌های ما رو تصمیمات در تل‌آویو گرفته میشه و نه در واشنگتن، یعنی این رو یه مقداری به قول معروف روی این موضوع خیلی تکیه میکنه که باب طبع بعضی ها هست در آمریکا. و از سوی دیگه میگه ما باید در ارتباط با ایران سعی کنیم که اون مواضع اونها رو بهتر سعی کنیم درک بکنیم که رو چه اساسی این حرفا رو میزنن و اون گزینه دیپلماتیک رو جدیتر دنبال بکنیم. ولی حقیقت امر این هستش که پیروی یا پیگیری این مسئله اصلا با آقای هیگل ارتباطی نداره. آقای اوباما آقای هیگل رو به عنوان وزیر دفاع منصوب نکرده که بیاد در ارتباط با این مسائل نظر بده. کار آقای هیگل و مأموریت آقای هیگل که قبلا یک سناتور جمهوری خواه بوده اینه که بتونه فضا رو فضای مناسبی رو ایجاد بکنه که در این ایامی که شرایط اقتصادی آمریکا ناجوره بودجه هنگفت پنتاگون، یعنی همون وزارت دفاع آمریکا، بودجه‌ای که معادل با تمام بودجه دفاعی تمام کشورهای جهانه، اون کمتر بشه و عواقب اون در جامعه آمریکا از نظر سیاسی به ضرر دموکرات‌ها تموم نشه. مأموریت اصلی اون آقای هیگل اینه، نه اینکه بیاد راجع به ایران نظر بده. آقای خودساری اگر اجازه بدید از موضوع خارجی وارد بحث مسائل داخلی کشور بشیم. یک موجی امروز در داخل کشور به وجود اومده، بخش بزرگی از روزنامه نگاران بازداشت شدن، احکام جدیدی برای فعالین سیاسی داره صادر میشه، به طور مثال برای میرطاهر موسوی که پیش از این نماینده مجلس حتی بود حکم زندان و حکم تبعید صادر شده و تمام نزدیکان میرطاهر موسوی اشاره داشتند که او بسیار زیر فشار بوده برای اعترافات تلویزیونی. در مورد روزنامه نگارانی هم که چندی پیش در پیش از 8 بهمن ماه دقیقا دستگیر شدن، چندی که قرار وثیقه آزاد شدن ولی اونهایی که در زندان هستن بر این باور هستن که اونها هم تحت فشار هستن برای اعترافات تلویزیونی. چگونه است که پس از این همه مدت و پخش این همه اعترافات تلویزیونی در تلویزیون جمهوری اسلامی و به قول معروف رنگ باختن این حنای اعترافات اجباری، باز هم دستگاه اطلاعاتی و دستگاه رسانه‌ای جمهوری اسلامی به دنبال چنین اعترافاتی هست به دید شما؟ خب به خاطر اینکه الان با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پیش روست و باید تا 4 ماه دیگه برگزار شه، اینها علاقه‌مندن که جوی رو در درون ایران به وجود بیارن که حرف‌هایی که بتونه به اونها آسیب وارد بکنه اصلا مطرح نشه. حکومت‌های دیکتاتوری و سانسور چیکار میکنن؟ همین کارا رو میکنن دیگه، چیکار گزینه دیگه ای ندارن. فشار رو روی روشنفکران، روزنامه‌نگاران، میدونید افرادی که در اصل میتونن روی افکار عمومی در جامعه درون کشور و خارج از کشور تأثیر بگذارن میخوان اونا رو محدود بکنن و بترسونن، تهدید بکنن، زندانی بکنن، از گردونه خارج بکنن تا اون تصویری که خودشون میخواد با کمترین مشکل بتونه جلو بره. و ممکن هم هستش که در کوتاه مدت یا در بعضی مسائل، در بعضی مواقع بتونن یک موفقیت‌های کوچیکی هم در این راستا داشته باشن، ولی شما دهن مردمو که نمیتونید ببندید. اوضاع و احوال ایران با گرفتن چند نفر و زندانی کردن اونها و یا از اونها اعتراف گرفتن و شکنجه دادن و اعتراف گرفتن بعد از اینکه اونها آزاد میشن و میگن که ما تحت شکنجه این حرفا رو زدیم و به گفته خود رهبر جمهوری اسلامی که این نوع اعترافات اصلا معنی نداره چون مشخصه که چگونه اینها گرفته شدن. یعنی این ضد و نقیض تو کار خود اینها به وضوح دیده میشه. کار ایران
از این مراحل گذشته. یه چیزی رو من میتونم قاطعانه عقیده خودمه، من فکر نمی کنم، من فکر می کنم خیلی هم شاید با من در این مورد هم نظر باشم، من تصور نمی کنم که جمهوری اسلامی ایران هرگز دارای این توانایی باشه که هرگز بتونه تبدیل به یک حکومت محبوب در درون ایران بشه. ببینید شما در نظر بگیرید روزی که اینا سر کار اومدن، اکثریت قاطع جامعه ما این نظام رو تایید کرد، آقای خمینی رو تایید کردن، ولی من تصور نمی کنم که بعد از 34 سال تجربیات مختلف ایجاد اون شرایط گذشته هرگز امکان پذیر باشه. موقعی که خود اونها هم این محاسبه رو میکنن، پس انگیزه چیه؟ انگیزه این هستش که یک دیکتاتوری محدود یک دیوار بلندی بین خودش و مردم بکشه، خودش پشت این دیوار بیسته و با شلیک گلوله و مسلسل و ایکس و ایگرگ و زندانی و زندانی کردن و شکنجه دادن بقیه رو بخواد به نوعی تحت کنترل نگه داره. در تاریخ سیاسی جهان این اولین حکومتی نیست که دست به این تاکتیک زده و تنها حکومتی هم نخواهد بود که بتونه دارای به یک نتایجی برسه که دیگرانی که قبل از اینها دست به این تاکتیک ها زدن و نهایتا از بین رفتن، سرنوشت اینا هم همون سرنوشته. مردم در این فاصله ایستادگی میکنن، اگر هم حرفشون رو به اون طریقی که دلشون میخواد نمیتونن بزنن، به یک طریق دیگه بازگو میکنن و اون طریق همون آسیب رو به جمهوری اسلامی و حاکمیت میزنه، این اینکه مثلا در روزنامه ها این مسئله به طور علنی بیان بشه. آقای خانسری، یکی از شاید بشه گفت فصل مشترک تمام این اعتراف هایی که از تلویزیون پخش میشه، البته اگه بشه اسمش گذاشت اعتراف، دشمنه و این دشمن همیشه یک خارجی است، یا ایالات متحده آمریکاست یا بریتانیاست یا اسرائیل، و به هر حال همه آدم هایی که در مقابل تلویزیون قرار گرفتن و اعتراف کردن وابستگی خودشون رو باید بیان میکردن و این رو به عنوان نقطه سیاه کارنامه خودشون اشاره میکردن و اظهار ندامت هم میکردن و طلب عفو بکنن. این دشمن چیه که اینجوری برای جمهوری اسلامی اهمیت پیدا میکنه که انقدر میدونه خودش هم که این واقعا حرب دیگه ارزشی نداره ولی باز تکرار میشه، دشمن چیه؟ خب این عدم اعتماد به نفس حاکمیته، این بیشتر ضعف حاکمیت رو تأکید میکنه تا چیز دیگه ای. اگر یک عده فکر بکنن که دارن در راستای خدمت به مردم برای مردم تلاش میکنن، برای اسلام تلاش میکنن، که هرگز دست به این نوع فعالیت ها نمیزنن یا به دنبال افشاگری و اعتراف و اینجور مسائل نمیگردن، کسانی که از وضعیت خودشون مطمئن نیستن همیشه دست به این نوع به اصطلاح کارها میزنن و جمهوری اسلامی در این راستا میدونه که در جامعه مقبولیتشو از دست داده، میدونه که در روحانیت که جمهوری اسلامی حکومتی که اسلام رو پایه و اساس موجودیت خودش قرار داده، میدونه که در جامعه روحانیت اصیل ایران دارای موقعیتی نیست، میدونه که روحانیون اصیل ما سهر روی عمل کرد و اعمال اونها نمیگذارن. حالا روحانیون ایران کسانی نیستن که بیان پلاکارد دستشون بگیرن یا تو خیابان ها پیاده روی بکنن و بخوان این عدم رضایت خودشون رو از شیوه و عمل کرده نظام به صورت آشکار بیان بکنن، ولی کسانی که در حوزه ها هستن، کسانی که در مدارس هستن، کسانی که ارتباط نزدیک با این روحانیون اصیل دارن،
از مواضع اونها و از نارضایتی های اونها به کلی آگاهند، میدونن که آسیبی که این حکومت به اسلام داره میزنه، نام اسلام رو در جهان و در ایران خراب کرده. خب اینه که میدونن افرادی که در سپاه هستن چه دلیلی داره، به خصوص افسرهای جز. من نمیگم یک عده افسرهای خیلی خیلی ارشد که خب دارای یک نوع میشه گفتش که یه نوع رابطه خصوصی با برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی دارن، که حتی اونها هم به نظر من به مملکت فکر میکنن، به آینده مملکت فکر میکنن. نیروهای انتظامی، ارتش، چه دلیلی داره که بخوان فکر کنن که این اقداماتی که در ایران داره صورت میگیره، این نارضایتی هایی که میبینن؟ من یه گزارشی رو چند روز پیش از یکی از دوستان دریافت کردم که میگفتن که بعضی از این از عملکرد نیروهای انتظامی علیه مردم خودشون فیلم برداری میکنن، تا اگر اون میزان خشونتی که دستور میدن از سوی عوامل خودشون نبینن، که اونها رو توبیخ بکنن. یعنی خود اونها اعتماد ندارن به اینکه عواملی که باید در اصل انضباط رو در خیابانها تأمین بکنن، که در نهایت خود اونها نسبت به وضعیت مردم یک نوع احساس همسویی نداشته باشن و میخوان اونها رو تحت فشار قرار بدن و با تهدید وادار به اون میزان خشونتی بکنن که فکر میکنن برای بقای خودشون لازمه. اینا یه واقعیاتی است که در جامعه هست. حالا شما در تمام سطوح نگاه بکنید، در میان کارگران، کارگرانی که آینده ندارن، دستمزدشون اصلا معلوم نیستش که چجوری باید زندگی بکنن، در مورد کارمندان دولت، در مورد کسانی که حقوق میگیرن که روز به روز نرخ تورم رو میبینن. من باز یک گزارش دیگه داشتم توسط یک از دوستان که میگه نرخ تورم نمیتونه واقع بینانه چیزی کمتر از 80% باشه، حالا اگه بیشتر نباشه. یعنی دولت میاد میگه که نرخ تورم الان شده نمیدونم از 13% پارسال شده 29%. اینا که حرفای مفتی است که نمیزنن. خب اینکه مردمی که تو خیابانن که باید، یا این تدابیری که به کار میبرن که ما سکه طلا میفروشیم که جلوی تورم رو بگیریم، مگه مردم سکه طلا میتونن بخورن؟ مردم با نون و پنیر و گوشت و سبزیجات و اینا که قیمتش داره سرسام‌آور میره بالا، الان شب عید مردم چیکار باید بکنن؟ اینها مشکلاتی است که این دو حکومت قادر به حل اونها نبوده، و چون نیست نیاز به ترفندهای تازه‌ای داره که بخواد سرپوش بگذاره. و این نوع سرکوبی‌ها، این نوع گرفتن روزنامه‌نگاران، گرفتن روشنفکران، بستن دهان این و اون، تهدید کردن عواملی که به هر ترتیب حقیقت رو میخوان بازگو بکنن، این یکی از شیوه های این هاست دیگه. آقای خونسری، اگر اجازه بدید بحث رو هم بخوایم جمع بکنیم، شاید روزنامه کیهان یه نمونه خوبی باشه برای بحثی که میخوام مطرح بکنم. ستون رو داشت که همواره روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد در اونجا انواع و اقسام اتهام ها بهشون وارد میشد و هیچ کس هم نمیتونست ازش شکایت بکنه. همون تیم بعدها برنامه‌های هویت و چراغ رو در تلویزیون درست می‌کنن و روشنفکران و نویسندگان ایرانی رو به اتهام‌های متفاوت در رسانه ملی این دفعه به قول خودشون افشا می‌کنن. حسین شریف‌مداری همچنان بر این باوره که در جبهه جنگ نرم داره به افشاگری می‌پردازه و چهره پنهان بسیاری از مخالفین نظام رو افشا می‌کنه. چگونه است که او با این همه افشاگری‌هاش امروز باز هم می‌بینیم که مجبور میشن دست به دامن چهره‌های دو، سه و یا چهره‌های دیگه‌ای بشن برای اینکه بتونن پشت اونها پنهان بشن و افشاگری‌های خودشون رو از زبان اونها بیان بکنن؟ خب برای اینکه نیاز دارن به اون، برای اینکه هر چی که می‌کنن کافی نیست، هر روز به دنبال اینن که یک سرگرمی تازه برای مردم
به وجود بیارن. ولی اساساً شما باید بین افشاگری و اعتراف یک تفاوتی قائل بشید. اعتراف موقعی است که کسی رو میارن تو تلویزیون و اون یک سلسله میشه گفتش که اتهاماتی رو یا یک سلسله مسائلی رو بازگو میکنه که قصد اون خراب کردن اون عواملی است که حاکمیت به دلایل خودش میخواد اونها رو خراب بکنه. حالا اینها رو با شکنجه، با سرکوب، به هر طریقی اینها رو آماده میکنن و اینها میان. مشابه این رو مثلا ما در ایام در دوران قبل از جنگ سرد در اتحاد جماهیر شوروی در اقمار اون تو کشورهای کمونیستی میدیدیم که هر کسی که با حاکمیت مخالف بود به نوعی میومد و اعتراف میکرد. این حکومت در سالهای ابتداییش دست به این نوع تاکتیکا زیاد میزد و شاید مهمترین اعترافی که ما از این طریق دیدیم اعترافاتی بود که مرحوم حضرت آیت الله العظما شریعت مداری تو تلویزیون کردن که مشخص بود که تحت یک شرایط خاصی میدونید این صحبت ها صورت گرفته که هیچ گونه اعتباری نداشت. ولی این موقع ازش که افشاگری میکنن یعنی میخوام بگم بله، یعنی اون کسی که اعتراف میکنه در اصل مجبور بوده که بیاد یک سلسله حرفایی بزنه. یه موقع ازش که عوامل خود اینا که رسوا شدن و همه میدونن که اینا جاسوسان اونا هستن میان و میخوان یک اتهاماتی رو علیه افراد دیگه مثلا بخوان مطرح بکنن یا بخوان در ارتباط با افراد دیگه یک سلسله مسائلی رو کنن. اینا اسمش رو بزنیم افشاگری، که این بدتر از اون اعترافاته، چون اون کسی که میاد و افشاگری میکنه فاقد هر گونه اعتباره. هر عقل سلیمی که هر برنامه‌ای رو ببینه یا هر مطلبی رو بخونه نگاه میکنه که این حرفا از دهن کی در میاد، چرا این حرفا زده میشه، انگیزه چیه. و مشخصه که انگیزه جز این که بخوان مخالفین سرسخت حاکمیت فعلی رو تحت به اونها اتهامات وارد بکنن، بخوان اونها رو بی اعتبار بکنن برای اینکه از کارآمد اونها به اصطلاح به نوعی کم بشه، هیچ انگیزه دیگه ای نیست. کی این کار میکنه؟ کسانی که نه اعتبار دارن، نه محبوبیت دارن و نه آینده ای با مردم ایران. اینیست که مردم ما خودشون این واقعیات رو بهتر از همه تشخیص میدن. البته توی این کار هم خیلی به صورت حرفه‌ای عمل نمیکنن، چون بعضی وقتا همین افشاگری ها یا اعترافاتی که پخش میشن خودش در اصل ضد تبلیغ هست برای خود نظام و تبلیغ برای مخالفین نظام. خب ببینید مسئله اساسی اینه، اینا تو این 34 سال هیچ کاری رو با حرفه‌ای نتونستن بکنن. در تمام سطوح، در تمام رده هایی که ممکن بوده یک نفعی به این ملت ما برسه اینها شکست خوردن. مسئله مهم از نظر من و میشه گفت حیرت آور از نظر من اینه که چیزی که اینها رو تا به حال نگه داشته این دستگاه اطلاعاتی و اون میشه گفتش که دستگاه های امنیتیشون بوده. این اتفاقات اخیر، این اتهامات و افشاگری ها و اعترافات کار اونهاست. موقعی که اونها حرفه‌ای عمل نمی کنن و تبدیل به یک عملکردشون یک نمونه های این چنانی داره، اونجاست که شما می بینید که به اصطلاح خانه از پایبند ویران است. ممنون آقای خانسری از این که باز هم به ما فرصت دادید و در برنامه این جمعه با هم شرکت کردید. امیدوارم که باز هم فرصت بشه در هفته‌های دیگه باز هم در خدمت شما باشیم. با کمال میل. و همچنین ممنون از شما که همراه ما بودید. به صفحه فیسبوکی تفسیر خبر میتونید مراجعه کنید و ویدیوهای آرشیو شده این برنامه رو مشاهده کنید. از اون طریق هم میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. امیدوارم روزگاران خوبی داشته باشید و تا درود دیگر، بدرود.